سلام، امیدوارم که خوب باشین. خانم دکتر خوش آمدید. مرسی، مرسی. پژوهشگر، نویسنده، روانشناس، دوست، فامیل، دیگه هرچی پیش میره خودمونی خودمونی تر میشیم با شما عزیزان و از این موضوع هم بسیار خوشحالیم. دیشب توی مهمونی خانم میگفتش که برنامه‌تون رو خیلی دوست داریم چون به دلمون میشینه و خودمونیه، غیر از این نمیتونیم باشیم. دقیقا، خودم هم خیلی لذت میبرم چون در برنامه های مختلف هستم و خب بعضیاش میدونی خانم دکتر خیلی باید جدی بشین هم بعد اینجا که با هم هستیم به نظر میاد که نشستیم همجوری توی لیوینگ روم خودمون رو گپی داریم میزنیم و واقعا گپ میزنیم راجع به مسائل اصلی زندگی و شاید اینطوری به دلتون بیشتر بچسبه. دفعه دیگه تخمه هم میاریم. چشکال داره میشینیم تو خونه میشینیم. نه اون روزا اینطوری تراپی میکردن اگه یادتون باشه، در خونه ها مینشستن تخمه ای و چای و آششته ای و بعد با هم درد دل میکردن. یه سریش هم موثر بود واقعا، یه سریش هم خوب اذیت میکرد. برنامه رفته به سمت و سویی که سوالات شما داره سرازیر میشه و ما هم از این موضوع خوشحالیم. خیلی سوالات از طریق اینستاگرام شما براتون میفرستن، ایمیلاتون و برای من میفرستن و کم کم به همش میرسیم. یکی از عزیزان سوال کردن که بعضی از موارد نه به قولن خطاست، نه دور از عرفه، نه غیر قانونیه، از هر جهتی که میری نمیتونی بهش ایراد بگیری ولی هرتت میکنه، اخلاقی نیست. مثلا ایشون میگفتن که من در یک رابطه بودم و از این رابطه اومدم بیرون، از همسرم جدا شدم، بعد حالا نمیخوامم که دیگه به اون برگردم، اما دیدم و شنیدم که دوست صمیمی خودم رفته با ایشون دیت کرده و دارن میرن بیرون. حالا من که از این رابطه اومدم بیرون، هیچ هم کار غیرقانونیشون نکرده، هر دوشون مجردن و رفتن، ولی نمیدونم چرا ناراحتم. ناراحتیش حق آدم هست که ناراحت میشن، برای اینکه آدم ها احتیاج، یعنی بر تو ذهنشون این نیستش که یک نفری رو که قدیما میشناختن و دوستشون بوده با کسی رو که واقعا داره باهاش بیرون میره و اینا هر کدوم جایگاه خودشون رو دارن و برای ماها دردناکه که ببینیم که کسی رو که تو زندگی من بوده قراره که حالا توی زندگی کسی باشه که دوست منه. طبیعتش اینه که اتفاق میفته و دلیلی که اتفاق میفته چیه؟ حتی اگر شما دقت کرده باشیم میزان کسانی که حتی مثلا برادرها یکیشون فوت میکنه اون یکی میره زن برادر خودشون میگیره، ما تو ایران اینو زیاد داشتیم. یا مثلا حالا تو زمانی که فوت میکنه یک نفر ممکنه که با این حال اونقدر دردناک نباشه ولی همون درد رو داره که مثلا یه نفر که طلاق بگیره. یکی از اتفاقایی که میفته خانم سروش اینه که آدما یک جوری با هم دیگه آشنا میشن. جوری که با هم آشنا میشن، خب غریبه ها با هم دیگه آشنا میشن، ولی شما در نظر بگیرین که وقتی میخواین با یکی برین بیرون میگین چیکار کنین؟ میگین دوستانتون مهمونی بدن، از دوستان دوستانتون میرین انتخاب میکنین. اما چه چیزی غیر از مسئله آنلاین تراپی، میگم آنلاین دیتینگ که الان به وجود اومده، من چون آنلاین تراپی زیاد انجام میدم هر چی دیگه میگم آنلاین تراپی پشتش میاد، ولی میبینین 75% از اشخاص ممکن الان آنلاین دیتینگ دارن انجام میدن، ولی اکثر آدم ها با این حال دوست دارن تو مهمونی های دوستانشون با دوستان دوستانشون آشنا بشن. بعد شما میبینیم که یک گروهی وقتی که یک نفری رو دیدن مثلا به عنوان همسر دوستشون، به عنوان دوست پسر دوستشون، دوست دختر دوستشون دیدن، این درسته، مدت‌های مدیدی توی این فضا با شخصیت اون یکی آشنا شدن بدون اینی که ارتباط مستقیم داشته باشن. داریم میبینیم که مثلا یک نفر دیگر رو چجوری باهاش تویتش میکنه، چجوری رفت آمد میکنه، چه عقایدی داره و ممکنه که حتی اون شخص رو به عنوان یک صمیمیت، دوستی، از شخصیت طرف خوشمون میاد، ولی به خاطر اینی که نه موقعیتش هست هم و با دوستمون داره بیرون میره یا همسرش هست، به خودمون اجازه نمیدیم که اصلا یه مدل دیگه راجع به اون فکر بکنیم، ولی خب از شخصیت طرف خوشمون اومده. درسته؟ و همه شما عزیزان میتونید الان دور و بر
قسمت مثلا فامیلا و دوستاتون نگاه کنین، بگین واو مثلا همسر فلانی خیلی زن خوبیه، همسر بیزاری مثلا خیلی شوهر خوبیه، خیلی کوالیتی های خوبی داره که من خوشم میاد. بعد از اینه که ممکنه اون وقت دو نفر از هم جدا بشن و فضا تغییر پیدا بکنه و موقعیت ها پیش بیاد، چون شما به عنوان یک فرد صمیمی یا دوستی از اخلاقای طرف خوشتون اومده، اگر موقعیتی باشه که احساس دیگه ای برای فقط صمیمیت و رمانتیک باشه ممکنه پیش بیاد. این نوع سالمشه، اتفاق میفته. آره، حتی نوع سالمش برای کسی که دوست خودش رو و یار قبلی خودش رو دیده دردناکه. من میگم مسئله سالم و غیر سالم نداره، برای اون کسی که تو این موقعیت هست دردناکه، ولی آیا برای اون دو نفری که الان ارتباطاتشون قطع شده و موقعیتی هست که این بشه غلطه یا درسته؟ قاعدتا دوستشون با این شخص تموم خواهد شد، به خاطر اینکه خب آره. ولی جالب نخواهد بود، همه اینا نمیتونن با هم دیگه دوستی بکنن، یه جایی گیر کرده ذهن. طبیعیه سلامت و ناسالم هم میگم، اون قسمت هم طبیعیه. آره، ولی یه جایی گیر دارم اینجا که ببین مثلا باز برمیگردیم به نیت ها. یه وقت میبینی دو نفر با هم قهر کردن، حالا امکان برگشتشون حتی 1% هنوز هست، یعنی هنوز میتونی اون دو نفر رو پیوند بدی، ولی اینکه بیای مثلا بدجنسی بکنی، سوء استفاده بکنی از اینکه دو نفر از هم دور شدن، قهر کردن، بری وسط و کاری بکنی که دیگه اصلا اون دو طرف با هم فکر نکنن، نه منظورم میدونین چی دارم میگم؟ یعنی بدجنسی وسط بیاد، مثلا یه نفر با شوهرش قهر میکنه، میره خونه باباش، اصلا نمیدونم چند ماه ازش دور میشه، دوست اون خانوم ممکنه بیاد به شوهرش بگه نه اینطوری اینطوری به هم نزدیکشون کنه، ممکنه از موقعیت استفاده کنه، ماهی بگیره، اینا فرق نداره برای اون. ببین دوستی ها که ادامه پیدا نخواهد کرد بعد از این جریان، چون به هر صورت خدافظی رو باید انجام داد دیگه. یعنی بذار اینجوری بگم، اگر شما واقعا دوستتون رو دوست دارین و میخواین که دوستش بمونین، هیچ وقت این کارو نکنین، مگه دوستی ها به هم میخوره؟ اگه قراره که دوستی ها به هر صورت به هم بخوره که اون شخص که داره میره حالا یار بعدیشو پیدا میکنه، براش فرقی نمیکنه که این آدم کی بوده یا کی نبوده یا دوست نداشته. ببین مثل این میمونه که مثلا یه خانم آقای هستن، شما احساستون راجع به یکیشون بیشتره، یا مثلا یک نفر رو فکر میکنین که به هر صورت صادقانه یکیشون توی رابطه آنچه که باید بگذاره رو نذاشته، یکی دیگه گذاشته، پس از صداقتتون حکم میکنه که اون کسی رو که دوست دارین ادامه میدین، یکی رو قطع میکنه. اینی که شما یه مثلا مخصوصا رفته این کار کرده که خب فضا، بله، فضا فرق میکنه. اینی که مخصوصا این کار رو نکرده ولی موقعیت دو نفر هم جوری بوده که شاید یک نفرشون امید داشته خانم سروش، ولی اون یکی واقعا ناامید بوده و نبوده هیچ چیزی. آها. و بعد اینه که خب حالا مثلا بشین زیر پاش که دوباره برگرده، که آدم میدونی بچه بازی که نیستش، که حالا جون من جون تو رو مثلا این زن شوهر که چیز میکردن عمو عمه میمدن نه بلش بپیر فقط جون من، آخه یه ازدواج من ببرم مثلا به خاطر جون دایی که مثلا حالا یه سال دیگه روش بذار زجر بکشم، یه زجر دیگه میدونی چه بگم؟ یعنی دو نفر با هم تصمیم میگیرن که این رابطه سالمه دارن جلو میرن یا نه، و یه نفر دیگه حالا چون قربون بیا جون من این کارو بکن، که رابطه رو یه وصل پینه میذاره براش که اون فضا عوض میشه. رابطه هم اگر اینقدر سسته که با یه نفر میاد نمیدونم یه دلبری میکنه این رابطه تمام میشه، که خب بالاخره پس قاعدتا اون عمق اصلی رو نداره که یک نفر دیگه بیاد و بزنه و ببره. نمیدونم چه پیچیده است قضایای ما آدما، به خدا هی با آینده با فکر کنیم، هی به گذشته فکر کنیم، هی اذیت بشیم و اینا، این پاپیا این فکر رو ندارم. من فکر میکنم که اگر که کسی رو که قبلی ما حالا همسرتون بوده یا ازدواج کردین یا نکردین، یا دوست پسر دوست دخترتون بوده، با دوست صمیمی شما بعدن رفته، بگین نوش جونشون انشالله که خوشبخت بشن، بذارین برن، شما بلنشین بری که پیدا کنی خوشبخت بشن. راه اصلا داری گیر دادی به آدمایی که نمیخوام با تو باشن دیگه، تو چرا گیر دادی به اونا؟ ولشون کن، اونا میخوام با هم باشن، تو برو یکی پیدا کن که دلت میخواد باهاش باشی، اونم دلش میخواد با تو باشه، همه راحت خواهند بود اینجوری. میگه که اگه دوستت تو دل دشمنت هم دیدی نگران نباش، اگه دوستت باشه برات باقی میمونه، اگرم دشمنت باشه که خب بذار هر چه زودتر بره. این مثلا بذار این لایه
که روش هست بره کنار، تکلیفت باش روشن میشه، فضای زندگی باز میشه به کسایی که باید باشن و واقعا عشق و صمیمیت داشته باشن. آدمای بی خودی هم دنبال خودتون رو نندازین، وقت و انرژی میگیرن. ولشون کنین، راحت شد. ولی خب ببین، یه وقتی هستش قدیما دو نفر رو به زور با هم گفتن نادیده ازدواج میکردن و شب هجله همون میدیدن و اول ازدواج همو دوست داشتن، ولی چون همه مثل هم بودن زندگی، خب دختر همسایه‌م همین کارو کرد، دخترمو دختر خاله، قانع بودن و با هر چی بود میساختن خوشحال بودن. الان آدما اینقدر چویس دارن و اینقدر افکارشون و حقشون، حق آدما گسترش پیدا کرده که خودمونم گیج شدیم. یک مقدارش حق انتخاب، یک مقدار آره. دیگرش هم اینه که خانم سروش، آدما قبل از اینکه وارد ازدواج بشن یک افسانه ای از ازدواج دارن، در حالی که بعد از اینکه میان توی ازدواج و اون افسانه ها یک دفعه به واقعیت برمیگرده و بعد از اینی که رشد میکنن توی یک رابطه متوجه میشن که ببین اون چیزی رو که من واقعا نیاز دارم اینجور موارده. یعنی من وقتی که صبح تاشم از چه میدونم خمیر دندون و لحاف و ملافه رو چجوری باید اینجوری اونجوری بکشم و هوا چجوری باشه تا مسائل اساسی زندگی که مثلا مادیات رو چجوری چیز کنیم، بچه ها رو چجوری بزرگ کنیم، خونه زندگیمون رو چیکار کنیم، فامیلا رو چیکار کنیم، وقتی میبینید تو تمام این ابعاد نمیتونین با هم دیگه کنار بیاین و جایگاهی که دارین گسترش پیدا کرده به یه جای دیگه، پس آدم نگاه میکنه که حالا اگه من مثلا 10 سال پیش، 5 سال پیش، 20 سال پیش یک تصمیمی رو گرفتم، آیا فقط به خاطر این تصمیم باید تا آخر عمرم تو اینجا بمونم یا اینی که نه باید رشد بکنم و با اون رشدم هم اگر اون شخص نمیتونه جلو بیاد خب قطع میشه میرم یک ارتباط دیگه رو به وجود میارم. این چند سال شما زنده گیر ندیم خلاصه. بعدش بعد از اون خب مسئله فرزندان به وجود میاد که آره چه جوری برای آدمهای مسئولی باشیم که فرزندانمون رو بزرگ بکنیم، فضای خانواده رو برای اونها متلاشی نکنیم، ولی کسانی که دیگه بچه‌هاشون بزرگ شدن، زندگی‌هاشون رو میدونن ساختار رو درست کردن و حالا دارن یک فضای دو باز میکنن، اون موقع بعد نگاه کنن ببینن اگر این رابطه ای که میشه بسازیم و زندگی رو به جایی ببریم که لذت میبریم ازش هر دوی ما، خیلی عالی. من آدم ها رو میشناسم که هی هر راه میرن میگن ما 60 ساله با هم ازدواج کردیم، ولی وقتی که تو خونشون هستی از صبح دارن به هم فحش میدن، از صبح دارن بد و بیراه به هم یک سالم خوشحال نبودن، دقیقاً یک سالم خوشحال نبودن، بعد آخر مرگشون بخوام میگن 60 سال ما با هم زندگی بودیم، ولی زندگی که عذاب داشته تمام اونا. من نمیگم درسته یا غلطه، ولی میگم درستش کنی. اون هم یه مدلشه، این هم که کسی که فکر میکنه من توی فضای عذاب باشه نمیمونم، از اون عذاب خودم رو در میارم، نه خودم رو عذاب میدم، نه اون رو، نه فرزندانم و نه تمام فامیلم رو که از صبح بلند میشن پای تلفن قور میزنم به جونشون، نه به تمام دوستانم که صبح تا شب تو هر مهمونی میشینن زجه زجه نگاه کنین چقدر من بیچارم. خانم دکتر عصبانیش بالاخره بیاید بیرون بریم یه جا که کیف بود. مثل بعضی وقت شده یکی میاد تو خونه لای در وامیسه، هی میگی بفرمایید تو، نه نه میخوام برم بابا بیا تو، یا برو، حالا زندگی ما همینطوره، لا در وا میسیم میگم درو میزنیم تو سر خودمون. نه اینی که دارم میگم به خاطر اینکه نگه من عصبانی شدم، زنجیر اونها رو تجربه میکنم. خب من 30 ساله دارم با زن و شوهرها کار میکنم، وقتی که میان توی دفتر من زنجیری که حیوانی ها میکشن و به این پاسی که خب برای بچه ها مونه، حالا بچه ها بزرگ شدن خودشون رفتن زن بچه دارن، من به خاطر بچه هامه، به خاطر آبرومه، به خاطر این و این منت گذاری و اذیت و میمونم که زنجر بکشن. من میگم من به کسی نمیگم بکن یا نکن، ولی میگم ابعاد شرایطی که شما نگاه میکنین، بعد وقتی که یه نفر داره میره، حالا میره خوشیشو میکنه یا میره یک جای راحت میشه، ما هنوز گیریم که این چرا ول کرده رفته یا چرا ول کرده رفته، یکی پیدا کرده که باهاش خوشحاله. خب بالاخره آره، خوشحال آره. بشه دیگه. خب اگه میخوام راحت باشی، من همیشه به خانواده خودم میگم، یه چیز غمگینه البته این جمله، ولی یه دفعه آدمو به هوش میاره، میگم وقتی گوشی برمیداری مثلا با بابا داری حرف میزنی یا با دوستت یا با خواهرت یا با هر کی دوستشه، فکر کن آخرین بار صداشو میشنوی، ببین چقدر آدم متفاوتی میشی. تو زندگی هم همینطور، اونی که تو آغوشته، اونی که داری جلوت راه میره، برات چای درست میکنه، کار میکنه، مهربونی میکنه، بدون که ممکنه مثلا یه نفر دیگه به جات بیاد، خب بس بیشتر به اون نزدیک میشی، میگه خب اگه من اینو از دستش بدم ممکنه یکی دیگه، یعنی آدم اون چه که واقعیت رو تو ذهنش بیاره اون وقت
عشقش بیشتر میشه، مهربون تر میشه. چون واقعیت ما آدم هاست، از 5 دقیقه دیگه همون خبر نداریم، ولی عالم ادعا داریم و خودخواهی ها و مسائلی که این پیچیدگی مغز ماست دیگه. بعدش هم خانم سروش، شما گروهی هستن که تو زندگیتون هستن که حق انتخابی بر اونا نداشتید، در نتیجه اگر هم آزارتون میدن، اذیتتون میدن، قاعدتا هی باید عشقتون رو شروع بکنید و به وجود بیارید. مثلا پدر، مادر، خواهر، برادر، یا مثلا چه میدونم خواهر برادرش بلند میشن میرن همسراشون رو میگیرن، این گروه هم ما حق انتخاب نداریم، ولی یه جوری دورمون هستن. این گروه دیگر ما حق انتخاب داریم، دوستانمونن، همسر خودمونه. این گروه هایی هستن که ماها میتونیم از نظر معاشرتی تصمیم بگیریم که آیا این آدم رو میخوایم تو زندگیمون یا نه. در نتیجه اگه حداقل اون جایی که انتخاب داریم رو، این گروه رو جوری گروه انتخاب بکنیم که حداقل از این فضا عشق و مهر و صمیمیت و دوستی و زیبایی اون رابطه ها رو نگه میداریم و لذت میبریم، و اگر این گروه کارایی بر ما نداره و حرصمون میدن رو تو انتخابمون تغییر بدیم، بعد یه کمی اخلاقمون خوشتره، برای اینکه حداقل این عشقی رو که از این گروه داریم میگیریم و پس میدیم رو حالا بیاریم و جایگاهی رو اگه چند نفری هم هستن از گروهی که حق انتخاب نداشتیم ولی به هر صورت تمام زندگیمون هستن، این رو بتونیم تعامل بدیم. بریم سراغ سوالاتون. میدونم که الان منتظر هستین و میگین اینقدر خانم سرش صحبت نکن که خانم دکتر بره سراغ سوالای ما. خب نوشتن من از 18 سالگی دچار بیماری استرس و استراب شدید شدم و الان که 36 سالم هست ادامه داره و علت استراب من بیشتر به این مسئله برمیگرده که خانواده مادری منم، البته فامیل دورشون، از هر تعدادی از بچه ها یکی دو تاشون اختلال روحی شدید مبتلا میشن و چندین مورد در خانواده هاشون وجود داره. من از اینکه مبادا خانواده من و یا خودم به این بیماری ها مبتلا بشن میترسن و استرس پیدا کردن. پرش مثلا علائم این استراب ها از پرش در قفسه سینه، خستگی شدید که بیشتر وقتا سطح انرژیم خیلی پایینه و احساس خستگی میکنم، گاهی اوقات به دلیل استرس احساس میکنم کنترل بدنم از دست میدم، این مورد باعث هراس و ترس من میشه، عرق سرد میکنم، احساس میکنم حافظم خیلی اومده پایین، دچار فراموشی میشم، تنهایی اصلا بیرون نمیرم، همش باید به کسی از اعضای خانوادم باشم، در غیر این صورت اگه بخوام تنهایی برم بیرون دچار استرس میشم و پنیک میکنم و همش احساس افتادن دارم، مثل اینکه یه دره در کنارمه و الان میفتم توش و سرگیجه میگیرم. حتی وقتی نشستم مثلا دارم تلویزیون هم یه صحنه دره که میاد، من حالم بد میشه و سرگیجه میگیرم که مجبور شدم دست مبل یا میز رو بگیرم و تا به حال فقط یک بار به مشاوره مراجعه کردم که فضایی رو به وجود نیاوردن. حال بسات راهنمایی رو ماره نمرش 20 شده، بچه بوده اومده اینجا، چه قشنگ فارسی رو میخونه ماشاءالله. ببین بیماری تشویش و استراب انگزایتی ایشون به نظر میاد که خیلی حادشو دارن و ممکنم هستش که ژنتیکلی بوده از خانوادهشون برس کنن و بیماری هایی که زیر بناش انگزایتی هست خودشو تو خیلی از ابعاد نشون میده، ممکنه و در کنارش افسردگی رو بیاره، همین پنیک رو بیاره، اعتیاد میاره، وسواس، بیماری وسواس که هر بعد دستشون رو بشونن یه چیزی رو تغییر بدن، اون حالت وسواس فکری رو به وجود میاره که یک از برنامه پیش رو چه صحبت کردیم. بیماری هایی که با غذا هست مثل انورکسیا که اصلا طرف نمیخوره یا اینی که میخوره ولی پرج میکنه، اونها هستش. در چه میبینید وقتی که تشویش و استراب این زیر هست خودش اوج میگیره و بعد زیربنای میشه برای تمام خیلی از بیماری های روانی دیگه که شاید که ایشون دارن یواش یواش نگاه میکنن. مالیشون انقدر حاد هست که قاعدتا اینا علائمی که الان خوندیم واقعا اینا به نظر میاد که حاد هستش و اون ترسی که براشون به وجود میاد از کنترل نداشتن، از پرد شدن، از تمام اینها، از سوشال انگزایتی که اگه برن بیرون آدم ها باشن خیلی داره آزارشون میده. برای همچین چیزی یا دارو درمانی و یا دارو درمانی و روان درمانی و یا روان درمانی هر کدوم از اینها، یعنی یا فقط روان درمانی یا روان درمانی و دارو درمانی، دارو درمانی تکی بدون اینکه شما مهارت پیدا کنین کار کافی نمی کنه. ممکنه یه مقدار خوابتون میکنه و حالت لختی بهتون میده، ولی اون مدلی که باید نظر تشخیص استرا مدل فکر کردنتون بعد عوض بکنین و یه مقدار زیادی بعد خودتونم بیاد بگیرین که با بدنتون چجوری آرامش بدین. این یوگا، چیگانگ، مدیتیشن، ورزش،
این جور چیزها خیلی کمک میکنه شما وقتی حتی اگه ژنتیک باشه کمک میکنه که رها میکنه، چون ژنتیک بودنش اینه که یه سری ترس میاد و مواد شیمیایی بدن میریزه یک 90 تا تقریبا مواد شیمیایی تو بدن شروع میکنه ریختن که شما رو آماده کنه که یا فریز میکنی یا میدوی فرار میکنی یا حمله میکنی، و بعد این ماده شیمیایی که میریزه رو وقتی واقعیت هیچی نیست، بعد ما باید یاد بگیریم که با مغزمون و کاری که با بدنمون میکنیم اون ماده ها رو تبدیل بکنیم، بگیم خبری نیست و تغییرش بدیم. پاراسیمپاتیک ریسپانس یا پاراسیمپاتیک ریسپانس که برمیگرده دوباره به بدن میگه آروم، پاراسیمپاتیک و سمپاتیک، بله، که آروم میشه بدن. اونها رو، این پاراسیمپاتیک رو، مدیتیشن و یوگا و چیگانگ و ورزش زودتر براتون به وجود میاره، فوری به بدن گفته میشه که آروم باشه و اون چیزای ماده هایی که به وجود اومده رو زودتر ریلیس میکنه، رها میکنه. از نظر فکری واقعیتی که اطراف هست رو چک میکنین که ببینین آیا واقعا ترس وجود داره یا اینکه من راحت تر میتونم برم فضای خودم رو به وجود بیارم، اون جایی که هست کمک بگیرم و و و. انچه روان درمانی برای شمایی که لطف کردین برای ما نوشتین واقعا کمک میکنه. اگر که شروع کنین فقط صبح به صبح ورزشتون رو بکنین، بعد از ظهر ورزش بکنین، یوگا رو برین و مدیتیشن رو شروع کنین یاد گرفتن، تقریبا خود اینا 30% جریان رو میاره پایین. توجه به زیبایی هم خوبه، حالا که آخر برنامه داره میاد، توجه به زیبایی، چون من خودم تجربهش کردم، خانم هم تجربه کردیم، وقتی میریم جلو آینه، حالا درسته هزاری هم دیپرس باشیم، اون یه دفعه توجه میره به صورتم، این ابروم راستی اینجاش مشکل داره، خودم درستش کنم، حواستون رو پرت کنیم. خوب باشه، حالا که فرصتی هست که من راجع به زیبایی صحبت کنم یه چند دقیقه. یک کاری رو تجربه کردم، چون ما که من نمیخوام علمی صحبت کنم نه پزشکی، ولی تجربیه که میتونیم از موادی که در اطرافمون هست استفاده کنیم. یه تجربه رو انجام دادم که خوندم راجبش، انجام دادم و الان میخوام در اختیار عزیزان قرار بگم. همین عزیزی هم که این سوالا رو کردن، اگه این کارو بکنن از همین نقطه شروع میشه، چون همه مسائل دایره است. از کجا شروع؟ ممکنه از زیبایی شروع کنیم، ممکنه توجه به صورتمون، توجه به خودمون، یه خوراک خوب، یه دوست خوب، از یه نقطه باید شروع بکنیم دیگه. ما از راحت ترینش میگیریم، اونم تر و تمیزی و قرتیگری و زیبایی و اینا، خودش راحت ترین برای کمک. مثلا اگه بگن الان به من برو کوه نوردی، کوه نوردی خیلی برای من خوبه، ولی سخت کار من نیست. آره، سخت تر زیر بارش میرم، ولی وقتی که به زیبایی خودم برسم و شاد بشم و یه جفت کفش بخرم، ممکنه کوه هم برم با دوستان برم، چون شاداب میشم، اعتماد به نفسم میاد بالا. یعنی از یه نقطه آسون شروع بکنیم. آلیویرا رو راجبش صحبت کردیم هفته آینده، آره، ژل آلیویرا خیلی کار رو انجام میده که حالا به مرور تو این برنامه ها میگیم. یکی از کاراش اینه که یه ذره ژل آلیویرای خوراکی رو، چون چیزی که تو بدنمون میره، نه اون که مثلا ژلایی هستش که مال موه روش نمیشه آلیویرا یا شامپوی آلیویرا، اونو نه، ژل خوراکی آلیویرا که میتونی بخوری رو، یه تکیش رو بعضی یه قاشق چای خوری کمتر بریزین تو ریمل خوش شده، ریملتون که دیگه میخوایم بندازی خوش شده دیگه کار نمیکنه، بریزین تو و به هم بزنین و شبا استفادهش کنین. حالا میتونه این ریملتون خالی هم باشه، یعنی هیچی نباشه، بشورینش، مواد بره از توش بیرون، کاملا شسته بشه. ولی خب با براش هم میتونه، برشش فقط، بله، برشش فقط بقدر استفاده میخوام که اون کانتینرش رو استفاده کنیم. یعنی میخوام که ژله بره توی اونجا، درش بسته بشه، بره توی یخچال، یکم ژل رو بریزین توی این ریمل خالی، درش رو میبندین، بعد برس رو هر شب میکشین روی موژه هاتون، خیلی خوب میشه. یعنی من اصلا موژه نداشتم به خدا، موژه هم کوتاه بود، خیلی تو یه هفته کمکم کرد. اینه که اینم تجربهش بکنین، خیلی خوبه. بازم تشکر میکنیم از کمپانی لسی، حرفتون بسیار درسته. وقتی شما وقتی به زیباییتون میرسین، به زیبایی بیرونتون میرسین، حالتون رو بهتر میکنه و در نتیجه ممکنه که یه مقدار زیادی حضورم پیدا کنیم به زیبایی که اطرافتون هست، چون کسی که تشویش و استراب دارن بیشتر چیزایی که دارن فکر میکنن منفی هست. وقتی هم تو آینه هم نگاه میکنن، منفی های خودشون رو میبینن و بدترین ها رو دارن میبینن. یعنی حضور اینه که من شروع کنم به زیبایی ها نگاه کردم خیلی خیلی بهتر. یکشم درست کنین ریمل خالی، خیلی همون داریم، یکشم درست کنین برای ابروهاتون،
هم توی ابروتون بکشین شبا، هم برای مژه‌تون، که دو تا جداگونه، هم ابروتون بلند میکنه. خیلی خیلی. میدونی چرا؟ اصلا مشخصه، چون که هم مواد معدنی داره، هم ویتامین داره، هم آبرسانی میکنه. یعنی اگه برین بخونین چقدر آنتی اکسیدان توی آلیورا هست، خیلی معجزه است گیاه آلیورا. بنابراین هم توی ریملتون بریزین برای مژه، هم برای ابروتون استفاده بکنین، خیلی کمکتون میکنه. خب حواستون میره تو آینه که ای مژه‌م اینقدر بلند شده، همون خوشحالمون میکنه که آدمی که به این یه ذره چیز خوشحال میشه، یه ذره مژه ببین میره چه چیزای دیگه تو دنیا پیدا میکنه که خوشحال شه. و اما لسین، ایشون اون پشت قایمش کردن، سرومش هست که اگه استفاده بکنیم باز املاح و ویتامینا رو میبره زیر و پوست و گول میزنه، اون جایی که کلژنا شل شدن، جاذبه زمین آوردتشون پایین، هرس و جوش ها و غم و غصه ها و استرس ها و اینا، این میره پروتئین پوست و پر میکنه. تفاوت ما با 18 ساله ها با بچه ها اینه که اونا دیدی عکسای خودتون مقایسه بکنید، عکسا رو وقتی میبینین میبینین که حالا چاختر شدیم امکان داره، ولی اون پوستی که توی عکسای سال قبلی سفته، این یه سیب سفته، ولی ممکنم چاخ شدیم ولی هنوز شله، پوستمون شل شده. این سرم اون کارو میکنه، میره داخل و پروتئین رو بهتون میده. به هر حال شب و پوستتون رو حتما شستشو تمیز نگه دارید، یه قطره از سرومو بزنید، اگر هم ندارید هر کرمی که دارید بزنید و ماساژ بدید و بخوابید. نوش جون پوستتون. کرماش هم هست شب و روز و سروم. متشکریم از کمپانی معتبر لسین، متشکریم از شما. نگاهی نو به زندگی کتابی هست که انتشارات شده باره یادم فرهامه. فرهام. در ایران فرهامه در ایران و لایف ریست در اینجا. The Life Reset مال رومنه که میتونیم تو وبسایت من fujan.com ببینین. خیلی کمکتون میکنه. حتی برای این خانمی که این مسئله نوشتن، اگر نگاهی نو به زندگی از دکتر فوجان زینی رو برید پیدا کنید در ایران و بخرید، حتما من بهتون قول میدم کمکتون میکنه، چون من تجربهش کردم. مرسی از شما.